دوستان عزیز، این کتاب کتاب سنن ابن ماجه هست، سنن جناب ابن ماجه ابن یزید قزوینی، سنن ابن ماجه للحافظ ابی عبدالله محمد ابن یزید القزوینی، در دار الفکر بیروت چاپ شده. این کتاب چاپ سال 2008 429 هجری قمری، دار الفکر بیروت لبنان. در اینجا دوستان عزیز بریم صفحه 453. شما میدانید که این کتاب یکی از صحاح سته هست و جلالت قدر جناب ابن ماجه ابن یزید قزوینی نزد جماعت عمریه چقدر عظیم هست و صحاح سته چقدر نزد اینها معتبره. خب صفحه 453 کتاب النکاح، خیلی عزم، باب رضاع الکبیر، حدیث دوم در این باب، حدیث 1944. بله، حدثنا عن عائشه و عن عبد الرحمن ابن ابي القاسم عن ابيه عن عائشه، عائشه گفت قالت لقد نزلت آية الراجم، آية الراجم در قرآن کریم بوده، و رضاعة الكبير عشرة، و این که کبیر را ما ده مرتبه باید شیر بدیم، ده کبیر را ده مرتبه شیر بدیم، کسی که مثلا سنش 30 ساله 40 ساله، این یه خانمی مثلا خانم امی مولوی عبدالحمید بره به او شیر بده، بعد این با او محرم میشه، پستان خود بده به علیاز الله بده دهنم. و لقد کان فی صحیفت تحت سریری، من اینا در قرآن داشتم، قرآن گذاشتم ریز زیر تخت خوابم. تو ببین این ادب عایشه، خودش میخوابه، قرآن را زیر پای خود زیر تخت خواب خود میذاره، میخوابه زیر رخت خواب خود. این مسلمان این کار را میکنه، شما را خدا، ما که از کوچکی بودیم خدا شاهده قرآن کریم را در غلاف میپیچندیم، قرآن کریم را چقدر با ادب دو دسته میبوسیدیم، خدای نخواسته یک وقتی، خدای نکنه خدای نکنه قرآن کریم از طاق نیفته، اصلا اگر از طاق یک وقتی ما کوچی بود قرآن اگر میفتاد، مثل اینکه یک گناه عظیم را مرتکب شدیم، مثل این گریه بکن که نظر بکن که زاری بکن که بیعدمی به قرآن شده، قرآن ما اینقدر اهم، الانش هم اینطوره، خدا شاید مسلمان هم این عقیده شده، عقیده من هم ما کوچیک بودیم یعنی اینطوری عقیده داشتیم، حالا که الله الحمدلله خدا عقل داده، فهم داده، شعور داده که عقیده ما انشالله بهتر شده باشه از سابق. این عایشه خودش میگه من این زیر رخت خواب خود گذاشته، این مسلمانه تو عایشه، شما در کجای عالم دیدی که مسلمان قرآن رو بگیره زیر رخت خواب روی اون بخوابه؟ این عایشه هست، این عایشه در خود ابن ماجه روایت کرده. خب حالا قرآن زیر رخت گذاشتی چیکار کردی؟ تحت سریری، فلما مات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها، وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات یافتند و ما مشغول مرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدیم، دخل داجن، یک بز داخل شد، بز خانگی، یک بز کوهی داریم یک بز خانگی، این بز هم یک کارستانی داره در اسلام، این بز خانگی داخل شد و این قرآن را خورد و این آیه از بین رفت. ببین این یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده، آیه رضای عشرم بوده، پیغمبر از دنیا رفته، این آیه دیگر نسخ نشده، این آیه بوده، بز خورده آیه را دیگه، این دیگه اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون، اینم دروغه. بله خب وقتی که قرآن شما، خود شما میگید قرآن شما ناقصه، خود شما میگید قرآن ناقصه، اگر بز میتونه بخوره، عثمان نمیتونه قرآن را، قرآن را کاتش زد از اون روایات اهل بیت، آیات اهل بیت علیهم السلام را حذف بکنه، کمی پیش خود فکر بکنه، اگر بز میتونه از قرآن کریم آیه را کم بکنه، ابوبکر، عمر، عثمان، زید بن ثابت، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبیر، این دشمنان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، اینها نمیتونن از قرآن کریم چند آیه را حذف بکنن؟ بله